با عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم که با یه برنامه دیگه از برنامه‌های میوه‌آرایی در خدمت شما هستم. امیدوارم هر جای دنیا که به سر میبرید روزگار خیلی خوبی رو سپری کرده باشید. من یه توضیح کوتاهی در مورد دکوری که اول چیدم عرض کنم خدمتتون، بعد برم سراغ برش‌هایی که ایجاد می‌کنم. اکثرا دوستان لطف می‌کنن به ما ایمیل میدن و سوالاتی رو مطرح میکنن که ما موظفیم تو این برنامه به این سوالات جواب بدیم. یک سری گلبرگ هایی ما اینجا داریم که به صورت تلفیقی هست، یعنی گلبرگ ها آمیخته شده با هم دیگه. اصول کار رو دو تا برشه، یعنی برش عمود و برش مایل. من حین انجام کار روی شلغم این مطلب رو توضیح میدم که برش های عمودی و مایل به چه شکلی روی کارمون ایجاد میشه. اول هر دو سطح شلغم رو صاف میکنم تا کارمون ثابت روی میز قرار بگیره. برای شروع یه مخروط ایجاد میکنم. مخروطمون نه به شکل خیلی مایل هست و نه به شکل خیلی عمود. گلبرگایی رو به شکل نیم دایره از کنار هم دیگه ایجاد میکنم. این کار رو دیواره‌ای که با ایجاد مخروط درآوردیم انجام میدم. دقیقاً مخروطی که درآوردیم باید دور ریخته شه. این کار یه کار حجمه، یعنی هر چقدر از این شلغم برداشته میشه اون چیزی که باقی میمونه تبدیل به گل میشه. برش دور دوم رو به صورت مایل انجام میدم و دور تا دور گلبرگ ها رو خالی میکنم. در دور دوم من یک دیواره دیگه ای دارم که بزرگتر از دیواره دور اول هست و دوباره شروع می کنم به ایجاد گلبرگ های نیم دایره یا بیزی شکل. برش ها رو از کنار هم دیگه به صورت عمودی ایجاد می کنم. دور سوم دوباره دور تا دور برش ها رو خالی میکنه. تا برای دور سوم آماده شد. برش های ما به دو صورت هست، برش های مایل و برش های عمود، که تو یه نقطه در زیر گلبرگ ها هم دیگر رو قطع میکنن. پس دوباره شروع به زدن برش های عمود میکنم. این برش ها به همین شکل تکرار میشه تا کل محیط شلغم تبدیل به یک گل بشه. گلبرگ‌های ما در این برنامه به صورت گرد و نیم دایره هست. ما میتونیم گلبرگ‌هایی با نوک‌های تیز کنگره شده و مدل‌هایی که خودمون میتونیم با خلاقیت خودمون ایجاد کنیم روی شلغم کار کنیم. میتونیم از تلفیق گلبرگ‌هایی که یاد گرفتیم، یعنی گلبرگ‌های نوک‌تیز، گلبرگ‌های نیم دایره، از تلفیقشون یک گل جدید که شاید هم تو طبیعت نباشه یا دور از ذهن باشه ایجاد کنیم. خب یک دور دیگه باقی مونده.
عزیزانی که شروع میکنن به انجام کار میوه آرایی یه نکاتی رو باید دقت کنن و اون همین هست که داخل گلبرگ ها به هیچ وجه از قسمت های اضافه نباید باقی بمونه. خب من گل رو از روی میز بر می‌دارم و دور تا دور قسمت اضافه رو جدا می‌کنم. برای رنگ‌آمیزی کردن میوه‌ها سعی کنید از عصاره‌های طبیعی استفاده کنید. یک برگ از لبو رو از داخل به بیرون همونطوری که شروع کردیم و کار به پایان رسوندیم از مرکز، از داخل به بیرون روی گلبرگ ها میکشم. خب حالا نوبت میرسه به ساقه و برگ های گلمون. یه سیخ چوبی قسمت پایین پیاز شروع که از قبل آماده کردن، از قسمت انتها چوب رو طوری هدایت میکنم که از وسط یکی از برگ های پیازچه عبور کنه و چوب ما استتار بشه. قسمت بالای برگو با چاقو به چند قسمت تقسیم میکنه. و شلغم رو با چوب و ساقه‌ای که براش درست کردیم براش ساقه میذارم. به این ترتیب گلبرگمون روی لبهاش از لبو رنگ‌آمیزی شد و با پیازچه و سیخ چوبی ساقه به خودش گرفت. بینندگان عزیز، تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.